آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. حقوق بشر Human Rights. بیانیه تحت عنوان سپاه پاسداران ایران اطفال و نوجوانان مهاجر افغان را برای جنگ در سوریه استخدام می کند. در مورد وضعیت حقوقی اطفال مهاجر افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است. سازمان مدافع حقوق بشر در نیویورک دیروز اعلام کرد که اطفال و نوجوانان تا سن 14 سال در یک گروه شبه نظامیان افغان به نام لشکر فاطمیون که تحت حمایت سپاه پاسداران ایران قرار دارد در کنار نیروهای دولتی سوریه می جنگند. بیانیه دیدبان حقوق بشر گفته است که طبق قوانین بین المللی استخدام نوجوانان زیر 15 سال برای شرکت در فعالیت‌های خصمانه نظامی جرم جنگی پنداشته می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز وضعیت تعداد از پناهندگان افغان در ایران را مورد بررسی قرار داده که به امید قانونی شدن اقامتشان در ایران داوطلبانه برای جنگ به سوریه می‌روند. کارشناسان سازمان Human Rights Watch این ادعاها را بعد از بررسی تصاویر سنگ قبرها در گورستان‌های ایران به طور مشخص در محل دفن کشته شدگان در جنگ سوریه به نشر رسانده است. به گفته آنان حداقل قبر 8 مهاجر افغان مقیم در ایران که سنهایشان کمتر از 18 سال بود شناسایی شد که در جنگ سوریه کشته شدند. بیانیه Human Rights Watch علاوه می‌کند بعضی از رسانه‌های ایرانی نیز چنین گزارش‌ها را تایید کردند و در گذشته نیز از کشته شدن 6 کودک افغان در جنگ سوریه خبر داده بودند. خانم سارا لیواتس، آمر بخش شرقی میانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه میگوید ایران باید بلافاصله استخدام سربازان کودک را متوقف کند و هر کودک افغان را که برای جنگ به سوریه اعزام نموده است بازگرداند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در رابطه با این گزارش یک کلیپ ویدیویی هم آماده کرده ایم، یعنی در مورد اشتراک یا شرکت دادن اطفال افغانستان در جنگ سوریه که از طرف مقامات ایرانی صورت میگیرد. تا لحظات دیگر برمیگردیم و به بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان ادامه میدهیم. با ما باشید. ما در بازار ولسوالی کاولان بودیم، باز بچه ها ما دیاد طرف ایران می رفت. باز میشه قلمزی حرکت کنیم رفتیم طرف ایران. 15 روز در آمدیم، در روز 16 هم رسیم ایران. 6 ماه که ایران کار کردیم. بعد از 6 ماه دیگه هم در اونجا قصه می شد که سفت نام مکنه می بره طرف سوریه. بازار پرسان سوال کردیم چی رقم باز بخاطر ازی سفت نام مکنه می بره که از حرمی بی بی زینب و بی بی رقیه باید دفاع کنیم. باز پرسان کردیم، هم جایش رو پیدا کردیم در منطقه شابدلازیم، همون جی دفترش بود. باز رفتیم ثبت نام کردیم، یک ماه ثبت نام. باز یک وقت زنگ زد گفت که فردا شما رو میبره در پادگانی هست، گفت بید برید از حرمی امام خمینی، از اونجی کلگی شما رو میبره. باز رفتیم همون طرف تا حرم امام خمینی را از اینجا نامخانی و بگیر و نمان کلگیش را کرد و نفرها را جمع کرد برد در پارگانی هست. یک ماه در اونجا تعلیم دیدیم در پارگانی هست.
بعد از یک ماه طرف سوریه بود. بله من اونجا که رفتم میگه استادا که درس داد و بعضی ها بچه ها میگفت بعد از یک پرسان که چی رقم گفت تو نظامی گیری کردی؟ من گفتم بله نظامی گیری کردیم، 15 سال داخل افغانستان نظامی گیری کردیم. بعد گفت بیا بایسی اونجا ایران ما قماندان میگم اونجا فرمانده میگه بایسی فرمانده استاد شد. بعد داخل ایران فرمانده بودم یک 15 نفر اونجا تعلیم میدادم تا که از اینجا خلاص شدیم رفتیم طرف سوریه. بعد در اونجا دیگه می پیش نیاد شد که باید تو فرمانده بشی. در اونجا سوریه 65 نفر را سرپرستی شروع میکردم فرمانده شدم. بریم ما میگفت که 8000 نفر افغانی به خاطر جنگ به سوریه آمده دیگه. در هر ماه برای هر نفری 3 میلیون تومان میداد امی ماش شده. برای ما کارد بانکی داده بود، اون را در بانک میرخت دیگه. در ماهی 200 دلار دیگه اونجا برای ما میداد جیب خرج. اصلی جنگ پیاده را خط اول کلن بشای افغانی پیش میبرد. جالب چی امی بود که رفتم اینجا افغانستان هم دیدم که در چی وضعیت بود. افغانستان هم وضعیت چی دیدم اونجا که رفتم داخل سوریه شدم من میگفتم افغانستان خراب است. داخل سوریه شدم سیل کردم که نه خدا رو شکر افغانستان برای فعلا از سوریه پیشتر است، از سوریه ولی خیلی خراب است. چیزای جالبی شنیمی بود دیگه که می دیدم مردم کلان خانای خیلی علاقه ده و رفته می گفتیم سعی که تو که موی دیر می گفتیم افغانستانی رقم است داخل سوریه هم همی چی هست. خود یه خود 100% آدم نگران خانواده خود میشه دیگه، جمکان نداره که نگران نشه نمیشه دیگه. یک دفعه که رفتی وقت باید وظیفه خود پیش ببریدیم. و روزنامه دیلی بیست هم نگاهی دارد به کشته شدن اطفال و نوجوانان افغان در جنگ، اما از یک زاویه متفاوت. بنوشته دیلی بیست در ماه فوریه سال روان میلادی حداقل 26 فرد ملکی در چند بمباردمان نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند کشته شدند که 19 تن آنها اطفال بودند. دلی بیست می نویسد هنوز کسی در مورد اینکه چرا این افراد بیگناه ملکی کشته شدند سخن نگفته است. به گفته روزنامه امریکایی دلی بیست، طالبان مسلح تلاش دارند که ولسوالی سنگین ولایت هلمند را در تصرف خود درآورند. اردوی ایالات متحده که برای نجات این ولسوالی از سقوط به دست طالبان در سالیان اخیر حداقل 70 عسکر خود را قربانی داده است، در ماه فوریه امسال به حملات هوایی رو آورد. دلی بیست می نویسد در حملات هوایی سه روزه نیروهای بین المللی در ماه فوریه امسال در هلمند 6 برادر، یک خواهر و یک برادرزاده حمیدگل باشنده ولایت هلمند کشته شدند. عمر تمام کشته شده ها کمتر از 16 سال بود. روزنامه می افزاید که سازمان ملل متحد اعلام می کند که در زمان این حملات طالبان مسلح در منطقه حضور نداشتند. نیروهای برهبری ناتو و امریکا در افغانستان گفتند که در این مورد 4 بار تحقیق جداگانه صورت گرفته و مسئولیت کشته شدن ملکیان را رد یا تایید نمی توانند. یک سخنگوی نیروهای ناتو در کابل با قاطعیت این ادعای سازمان ملل در این مورد را به شدت رد کرده است. با گزارش Task and Propose Press، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با مشکلات جدی برای حساب رسی و در تجهیزات ارسالی به افغانستان روبروست و به اساس گزارش جدید مفتش عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار،
مرکز فرماندهی آموزش نیروهای نظامی افغان حتی قادر به حسابرسی به گلوله هایی که مورد استفاده قرار گرفتن نیز نیست. با گزارش مفتش عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان، فرماندهی ترکیبی انتقال امنیت نیروهای نظامی نظارت مؤثری را بر مهماتی که در اختیار این نیروها گذاشته شده بود ندارند. این نهاد از سوی وزارت دفاع امریکا وظیفه نظارت بر تجهیزات منابع مالی و ساختار سازمانی برای آموزش و تجهیز اردو و نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارد. با گزارش جان سپکو، مفتش عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان، در فاصله سالهای 2015 تا 2016 میلادی 702 میلیون دلار مهمات در اختیار نیروهای امنیتی محلی افغان قرار گرفته است که این نهاد نظارتی نه تنها اطلاعی ندارد که چه مقدار از این سلاح‌ها در این سالها خریداری شدند، بلکه ابهام در این باره ممکن است مشاجراتی را در کنگرس امریکا برای تعیین بودجه به وجود آورد و با تخصیص نیافتن بودجه کافی عملیات نظامی امریکا نیز به مخاطره بیفتد. تاسک اند پروپوزل پرس با این حال به یک دلیل ساده حجم و ارزش مهمات گم شده و یا به هدر رفته هرگز مشخص نخواهد شد، زیرا سازمان های دولتی افغانستان که مسئولیت نظارت روزانه مهمات را داشتند به طور منظم به برق و اینترنت دسترسی نداشتند تا این اطلاعات را ثبت کنند. بنابراین وزارت دفاع قادر به حسابرسی 702 میلیون دلار که برای مهمات افغانستان اختصاص داده شده بود کدام حساب در دست ندارند. گزارش اخیر جان سپکو همچنان از ثبت و نگهداری ضعیف سوابق و تلاش مقامات افغان برای جلوگیری از ورود به انبار تسلیحات به عنوان شاخصهایی برای احتمال وجود فساد نام میبرد. این در حالی است که پیش از این نیست گزارش‌های مبنی بر فروش تسلیحات نظامی توسط نیروهای امنیتی افغان به طالبان وجود داشته است. سپکو در آخرین گزارش خود میگوید که نظارت بر مهمات در افغانستان بسیار محدود است. حتی گروه طالبان کماندان‌های خود را به خرید اسلحه، مواد سوختی و مهمات از سربازان افغان توصیه می‌کنند، زیرا این اقدام هم آسان‌تر و هم ارزان‌تر است. و ما نگاهی داریم به بازتاب روزنامه‌ها و جراید چاپ کابل. روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر لویدریستیز قوای مسلح پاکستان به کابل و ملاقات بی با رئیس جمهور این کشور محمد اشرف غنی تمرکز نمودند. از جمله روزنامه مستقل سرخط سرمقاله خود را تحت عنوان هوا سرد شده ولی صحبت های صلح گرم شده می نویسد که با وجود دهل زدن صلح را که به گردن لویدریستیز پاکستان انداخته است و او به کابل آمده است، گفته می شود که پاکستان می خواهد تا طالبان را به میز مذاکره بنشاند. نویسنده میگوید که هر سال زمانی که در افغانستان هوا سرد می شود در رگهای پاکستانی ها خون گرم می شود و به گفتگوهای صلح تمایل نشان می دهند. به باور نویسنده اگر حکومت افغانستان این گفتگوها را در بدل کاهش روابط با هند و امریکا انجام بدهد، در واقعیت زیان زیادی را متقبل خواهد شد و به معنای این است که طلا را با خاکستر تبدیل نماید. در نهایت اگر پاکستان مجبور شود امکان دارد که شمشیر را بشکند، ولی ضمانت وجود ندارد که از آن زنجیر نسازد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش روی همین موضوع تبصره نموده می نویسد امکان دارد که پاکستان باز هم همان بازی گذشته هایش را تکرار کند و به خاطر اینکه فشارهای وارد شده را کم جلوه دهد و نشان بدهد که صحبت ها را با افغانستان آغاز کرده است، وعده نموده که از پروسه صلح حمایت نماید. به باور سرمقاله نویس، حکومت افغانستان باید روی موضوع مهم که حمایت آن کشور از تروریسم است با پاکستان گفتگو نماید
و اجازه ندهد که آن کشور به بازی فریبکارانه‌اش همچنان ادامه بدهد. ملاقات رئیس جمهور غنی و محمد نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست شانگهای زیاد بازتاب رسانه‌ای در داخل کشور نیافت. تمام محافل سیاسی و رسانه‌ای کابل به طور قطع و یقین به این باورند که پاکستان به گفته‌هایش عمل نمی‌کند. همین باور سبب شده که ملاقات غنی و صدر اعظم پاکستان در رسانه‌های داخلی زیاد بازتاب نیابد. باور عموم بر این است که پاکستان به هیچ یک از توافقاتی که در گذشته انجام داده بود پابند نیست. به همین دلیل هر نوع لفاظی پاکستانی‌ها برای مردم افغانستان ارزش ندارد و رسانه‌های کشور هم به آن اهمیت نمی‌دهند. روزنامه هشت صبح هم به سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل اشاره نموده می‌نویسد هیچ کسی در کابل به گفته‌های پاکستان باور ندارد. همه حوادث سال 2014 و سیاست جدید رئیس جمهور غنی را به یاد دارند. غنی چند روز قبل از ملاقات با نواز شریف در همین کابل گفت که او دست دوستی به سوی پاکستان دراز کرد اما از جانب آنان پذیرفته نشد. با نوشته هشت صبح رئیس جمهور غنی به صراحت گفت که او نمیداند پاکستان از افغانستان چی میخواهد. روشن است که میانجیگری های جهانی زمینه‌ساز ملاقات غنی و نواز شریف در حاشیه نشست شانگهای شده بود، اما به نظر نمی رسد که این ملاقات سرآغاز یک روند بوده باشد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در مورد نواز شریف که من صحبت کردم اشتباه کردم، برای اینکه منظور در قدم اول کاملا درست بود. نواز شریف در حاشیه کنفرانس شانگهای با آقای غنی ملاقات کرد، اما در آخرین مورد نقل قول از وزیر خارجه پاکستان باید میشد، نه از آقای نواز شریف که امیدوار هستم با بزرگواری که دارین این جانب را مورد عفو قرار بدهیم. و صحبت امروز هم در مورد سفر لوی دریستیز پاکستان به افغانستان است. این لوی دریستیز ها می آیند و می روند، یعنی در خود پاکستان و سفر هم یا سفرهای هم به افغانستان می نمایند. و این بار هم سفر لوی دریستیز پاکستان به افغانستان که پس از اعلام استراتژی پاکستان ستیزانه آقای ترامپ صورت می گیرد، برای پاکستانی ها بسیار حساب شده و با اهمیت است. زیرا دولت پاکستان ثابت کرده که از دیپلماسی فعال و مؤثر برخوردار است و همین حالا با وجود داشتن ملامتی های زیاد در حمایت از تروریسم، بجز هندوستان با همه کشورهای منطقه رابطه نزدیک و حسنه دارد و در این حال بارها توانسته با وجود اتهام های سنگینی که علیه آن جریان دارد در سطح تعاملاتش با قدرت های غربی و منطقه‌ای توازن لازم را برقرار کند و جایگاه خود را به عنوان یک کشور و بازیگر مهم منطقه‌ای حفظ نماید. اما این بار از قضا شرایط چنان بر وفق مراد پاکستان خوشبختانه نیست، زیرا پاکستان هم از طرف قدرت های مثل امریکا مورد انتقاد قرار دارد و هم در سیاست یا استراتژی ترامپ جایگاه درستی برای آن در نظر گرفته نشده و تهدیدات نیز متوجه آن کشور است. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، میریم یک گزارش ویدیویی را که در رابطه با سفر لوی دریستیز پاکستان با کابل تهیه کردیم مشاهده میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم به تبصره خود ادامه میدهیم. با ما باشید. جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان به کابل، آغاز فصل تازه روابط میان کابل و اسلام آباد. این مقام ارشد پاکستانی با هیئت همراهش ساعتها با رئیس جمهور غنی در کاخ ریاست جمهوری گفتگو کردند. در این دیدار هر دو جانب روی همکاری های دو جانبه و مناسبات افغانستان و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم، تامین صلح، تجارت و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که با اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا فضا در منطقه تغییر کرده و ابهام از بین رفته است. ما نباید اسیر گذشته باشیم و فرصت تاریخی که برای منطقه پیش آمده، از این فرصت هر دو کشور باید استفاده اعظمی نماید.
رئیس جمهور غنی همین هفته گذشته در این نشست خبری یک بار دیگر بر گفتگوی دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست، اما قبل از وقت است که قضاوت. ظاهراً مقام‌های غربی هم از پیشنهاد رئیس جمهور غنی پشتیبانی کردند. گفته می‌شود گفتگو میان مقام‌های دو کشور هم به اثر فشارهای آمریکایی‌ها صورت گرفته است. اما در این میان برخی آگاهان به این باورند که افغانستان باید در سیاست خارجی خود تعادل را رعایت کند. در غیر آن گفتگو با پاکستان سودی در پی نخواهد داشت. ما در مقابل حریف‌های بسیار بزرگ مقابل هستیم، خصوصاً رقابت‌های نیابتی بین پاکستان و هندوستان، رقابت‌های نیابتی بین هندوستان و چین، رقابت‌های نیابتی بین چین و آمریکا، بین روس و آمریکا، بین ایران و آمریکا. بنابراین اگر ما به اساس راهنمایی‌های دیگرها استراتژی خود عیار بسازیم، خود عیار بسازیم، ما فکر نکنم که ما از مشکلات خود نجات داده بتونیم. رئیس ستاد ارتش پاکستان در حال به افغانستان آمده که پس از اعلام راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان و منطقه فشارها بر این کشور تشدید یافتند. آمریکا برای نخستین بار به گونه رسمی پاکستان را لانه امن هراس افغانان خواند و تاکید کرده در صورتی که پاکستان با گروه‌های هراس افغان مبارزه جدی نکند دست از حمایت این کشور برخواهد داشت. از همین رو پاکستان ظاهراً در تلاش است خودش را از این منجلاب بیرون بکشد و دوباره حمایت‌های جهانی را. از جانب دیگر کشورهای حوزه بریکس هم به تازگی موقف ثابت در برابر افغانستان گرفتند و در این موضع‌گیری پاکستان مورد انتقاد و اتهام این کشور به خاطر حمایتش از تروریسم و گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. در چنین شرایط نقش کشور هند هم با گذشت هر روز در افغانستان بیشتر می شود و استراتژی عملی ترامپ هم به بیشتر شدن نقش این کشور حتی در عرصه نظامی و امنیتی اشاره دارد. با این حساب پاکستانی ها در وضعیت غیر قابل پیش بینی قرار گرفتند و همین سبب شد که عکس‌العمل پاکستان در برابر هندوستان از حد معمول گذر کند و به افغانستان هشدار بدهد که از افزایش نقش هند در افغانستان جلوگیری کند. این وضعیت نشان می‌دهد که پاکستانی ها درک کردند که در فصل تازه از سیاست قرار گرفتند و اگر از این موقعیت به درستی عبور نکنند ممکن از این پس به عنوان یک کشور متهم و منزوی در نظام بین الملل عرض اندام کنند. حالا سفر مقامات پاکستانی به خصوص رئیس ارکان اردو این کشور یا لویدلیستیز این کشور در چنین حالت نشان می دهد که آنها به هدف ایجاد اعتماد تازه می خواهند بار دیگر دستگاه سیاست افغانستان را به آزمون بگیرند تا بتوانند توسط غنی از تنگنایی که در آن قرار گرفتند عبور نمایند، زیرا تجربه 17 سال گذشته نشان داده است که بارها فرصت‌های برای اعمال فشار بر پاکستان ایجاد شده، اما این دولت افغانستان بوده که هر بار شانه‌های پاکستان را سبک ساخته است. بنابراین باز هم پاکستانی‌ها تصمیم گرفتند که با فریب دادن افغانستان و یا هم با تمسک به نقاط و نشانه‌هایی که میان غنی و حلقات پاکستانی در دوران انتخابات ایجاد شده بود بتوانند او را وادار به موضع‌گیری هایی کنند که سود آن را پاکستان در سطح منطقه و جهان ببرد. غور روی سرنوشت دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت های داخلی را ایجاد کرده است. عنوان مقاله است که روزنامه وال استریت جورنال امروز به نشر رسانده است. به نوشته وال استریت جورنال پلان اداره ترامپ که روی مسدود ساختن این دفتر غور می کند مخالفت های بی نظیر را در وزارت خارجه امریکا سبب شده است. شمار از مقامات معترض امریکایی گفتند با مسدود شدن این دفتر منافع امریکا در افغانستان آسیب خواهد دید و شماری از مقامات فعلی و پیشین امریکایی به وال استریت جورنال گفتند
تعداد از کارشناسان امور جنوب آسیا در وزارت خارجه آمریکا با مسدود شدن دفتر طالبان در قطر اعتراض نموده و به روز جمعه با گشایش یک چینل اعتراضی گفتند ایالات متحده باید بگذارد این دفتر موجود باشد و برای جنگ 16 ساله افغانستان تلاشا و مذاکرات جدی آغاز شود. موضوع احتمال مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر را چند روز پیش روزنامه بریتانیایی گاردین افشا کرد و گفت این مسئله را رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار با همتای افغانش اشرف غنی در نیویورک مطرح کرد و از وی خواست دفتر طالبان مسدود شود که به گفته همین روزنامه رئیس جمهور غنی هم آن را پذیرفته بود. اما بعداً روزنامه ها و جراید وطنی یا داخلی گفتند که غنی با مسدود شدن دفتر طالبان در قطر مخالفت ورزیده است. والسیدی جورنال علاوه می کند ریاست جمهوری افغانستان چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی مطرح شدن این موضوع بین ترامپ و غنی را نرد و نه هم تایید کرد، ولی رئیس جمهور غنی خود چند روز پیش گفت در نظر نیست دفتر طالبان در قطر مسدود شود، در حالی که قبلا با آقای ترامپ روی این مسئله به موافقه رسیده بود. روزنامه واشنگتن اگزامینر سربازان آمریکا یک دهه دیگر در افغانستان خواهند بود، این مطلب را نشریه واشنگتن اگزامینر از قول یک سناتور ارشد آمریکایی منتشر کرده است. سناتور باب کرکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که چندین بار از افغانستان دیدن نموده به روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت این مطلب را در پاسخ به این سوال نطاق آمریکایی گفته است که آیا ما یک دهه دیگر در افغانستان سرباز خواهیم داشت. بنوشته واشنگتن اگزامینر سناتور کرکر 10 سال پیش برای همین کرسی انتخاب شده بود، در همان وقت نیز سربازان آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. سناتور آمریکایی در این هفته اعلان کرد که پلان دارد تقاعد کند و سال آینده خودش را نامزد سنا نخواهد کرد. این به این معناست که جانشین وی در سال 2019 نیز کسی خواهد بود که با موضوعات مربوط به افغانستان سر و کار زیاد داشته باشد. بخش زیادی از 11,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مشغول آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از قوای افغانند، ولی حدود 2,000 تن آنها در جنگ علیه تروریسم همکنون داخل هستند. بساست استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا حدود 3,000 سرباز اضافی آمریکا به افغانستان اعزام خواهد کرد که پروسه آن قبلا آغاز شده است. این استراتژی زمان حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را هم محدود نساخته و تمرکز نیز روی برنده شدن در این جنگ 16 ساله که طولانی ترین جنگ آمریکا در خارج از آن کشور می باشد. روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشترین مطالب و تبصره های خود بازم به سفر هیئت پاکستانی به ریاست لویدرستیز آن کشور به رهبری قمر جاوید باجوه به کابل پرداختند. از جمله روزنامه دنیا در این مورد سخنان رحمت الله نبیل و امرالله صالح رؤسای پیشین امنیت ملی افغانستان را به نشر رسانده است. در مطلب به نقل از نبیل و آقای صالح گفته شده که سفر باجوه به کابل فریب دهنده است و پاکستان هرگز با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نخواهد کرد. نویسنده مطلب میگوید که رحمت الله نبیل گفته است که بالای اسلام آباد باید اعتماد صورت نگیرد و نظامیان پاکستانی به مداخلاتشان در افغانستان همچنان ادامه خواهند داد. در مطلب به نقل از امرالله صالح آمده که حکومت افغانستان باید سفر هیئت پاکستانی به کابل را مهم جلوه ندهد به خاطر که مقامات پاکستانی صادقانه عمل نمی کنند. نویسنده مطلب می گوید صالح در صفحه فیسبوک خود خطاب به حکومت افغانستان گفته است که صبور باشد و لطفا نگوید که فصل جدید همکاری با پاکستان آغاز شده است. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته است که پاکستان باید افرادی را که در حملات بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان، قول اردوی شاهین،
چارایی زنبق و شاشایی دست دارند معرفی کند تا به محکمه جهانی سپرده شوند. در مطلب آمده است افغانستان باید زمانی با پاکستان مذاکرات صلح را آغاز کند که اسلام آباد این افراد را به جانب افغانی بسپارد. نویسنده مطلب اعلام میکند اگر چنین نشود پاکستان به هدف کاهش فشارهای جهانی به خصوص فشارهای آمریکا برای مدت موضوع گفتگوهای صلح را مطرح خواهد کرد و مثل همیشه نتایجی در قبال نخواهد داشت. و اما روزنامه راه مدنیت. روزنامه راه مدنیت در یک تبصره متفاوت در سرمقاله امروز خود نوشته است: 3 سال پیش از امروز به تاریخ 7 ماه میزان سال 1394 دو رقیب سرسخت و پیشتاز انتخاباتی محمد اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله پس از ماها چانه‌زنی سیاسی بر بنیاد یک توافقنامه سیاسی با فشار مستقیم امریکا و شخص وزیر خارجه امریکا آقای جان کری حکومت وحدت ملی را اساس نهادند. دو رقیب به تفاهم رسیدند که با فساد اداری مبارزه جدی می کنند و حاکمیت قانون را تأمین، تقویت حکومتداری خوب، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، توزیع تذکره های برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و برگزاری لویجرگه قانون اساسی تا 2 سال دیگر شامل تعهدات جدی دو رهبر حکومت وحدت ملی بودند. بر بنیاد همین توافقنامه غنی کرسی ریاست جمهوری و عبدالله کرسی ریاست اجرایی حکومت به اصطلاح وحدت ملی را در اختیار گرفتند، در حالی که هیچ یک از این دو نامزد برنده اصلی انتخابات نبودند و صرف پیشتاز انتخابات بودند و تا مدت‌ها بعد هم نتایج انتخابات به مردم افغانستان اعلام نشد و بر اساس همان توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی شکل گرفت. راه مدنیت علاوه میکند: روی این مبنا هم ریاست جمهوری غنی و هم ریاست اجرایی عبدالله از منظر قانونی مشکل دارند. با گفته راه مدنیت، اما حالا که 3 سال از عمر این حکومت گذشته هیچک از تعهدات این حکومت جامعه عمل نپوشیده که در بسیاری از موارد نیز مشکلات و همچنان بعضی مسائل بغرنج و بیشتر شده است. انتخابات پارلمانی برگزار نشد و بر اساس یک حکم رئیس جمهور مجلس خلاف قانون و ارزش‌های قانون اساسی کشور فعالیت دارد، یعنی پارلمان. انتخابات شوراهای ولسوالی هم دایر نشد. تذکره‌های برقی هر 3 ماه یک بار به تعویق انداخته می شود. اصلاحات انتخاباتی به میان نیامد. کمیسیون تعدیل قانون اساسی که از ضرورت‌های بنیادین فردای جامعه ما محسوب می شود هرگز ایجاد نشد و ناامنی نیز با آمدن این حکومت به طور بی سابقه گسترش یافت. با گفته راه مدنیت، بحث مبارزه با فساد اداری و مالی و بررسی دوسیه های کلان پیش از این که درست و بی‌طرفانه تطبیق شود با محکمه های پرسش برانگیز، محکمه عدلی و قضایی به یک روند غیر قابل اعتماد تبدیل شده است. راه مدنیت اعلام می کند در کنار این رئیس جمهور با شعارهای مبارزه با فساد اداره تدارکات ملی را نیز خود به دست خود گرفت. از این راه گذر نیز کار قابل ملاحظه در افغانستان به چشم نمی خورد، یا بهتر است بگویم کار قابل ملاحظه برای کاهش فساد در افغانستان انجام نشد و گزارش و اتهام‌های علیه کار تیمی و مدیریت نادرست اداره تدارکات نیز در رسانه ها مطرح شد. با این وصف فساد نه تنها در سایه شعارها کاهش نیافت، بلکه چنان متورم شده که خود به آفت بزرگ چون تروریسم برای حکومتداری مبدل شده است. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، از تبصره ها و باستاب روزنامه های داخلی و خارجی که بگذاریم با صحبت اصلی برنامه امروز میرسیم. صحبت امروز در اثر خواهش تعداد زیادی از بینندگان خدمت شما تقدیم میگردد که طور که من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم
ما همیشه در تبصره های خود ایره باید قبلا گفتیم و قبلا بگویم که از اکثر مطالب و تبصره ها و بعضی گزارش های استفاده میکنم که در روزنامه های داخلی و خارجی به نشر میرسه. یعنی هیچ یک از این تبصره ها اتو نیست که بی بنیاد باشن و یا ای که بی اساس باشن. طوری که شما هم اطلاع دارین و از ورای صفحات تلویزیون هایتان اگر تلویزیون های وطنی را مشاهده میکنین دیده باشین، دیروز به یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان دکتر رمضان بشردوست که میخواست فساد همکارانش را افشا کند اجازه صحبت در وقت امتیازی داده نشد. یعنی هر وکیل یک وقت داره، یک وقت است که به عنوان وقت امتیازی برش داده میشه و او روی هر مسئله که خواسته باشه میتواند صحبت کند. کسی که معاون مقام ریاست ولسی جرگه بود اعلام کرد که به کسی خلاف منافع افغانستان یا خلاف منافع ملی اجازه دادن نمی شود که در پارلمان حرف بزند و به هیچ وجه باقای بشردوست اجازه صحبت نمی دهد. شما همه اطلاع دارین که چند پیش آقای عبدالباری جهانی وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ اولین کسی بود که واقعیت رأی اعتماد به وزرا در پارلمان را آفتابی کرد. خاطرات عبدالباری جهانی نشان داد که مؤسسه رأی اعتماد در پارلمان تا چه حد آلوده و وسیله برای زرندوزی نامشروع وکلا شده است. هدف از گنجاندن مؤسسه رأی اعتماد در قانون اساسی این بود تا پارلمان نظارت بیشتری بر حکومت و قوه اجرایی اعمال کند. واقعیت این است که فساد پارلمان دیگر کاملا برملا شده است، یا بهتر است بگویم فساد در پارلمان افغانستان کاملا آفتابی شده است. فساد در پارلمان نه معماست و نه محرم که کسی بخواد آن را افشا کند، زیرا از قدیم گفتند که چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اگر آن نماینده هم حرف میزند چیز بیشتر از اسنادی که حالا افشا شده نمیگوید. آقای بشردوست با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر میخواست از فساد همقطارانش پرده بردارد که قبلا پرده برداشته شده است. رئیس برحال پارلمان متهم به فساد گسترده مالی است. قبل از این نمایندگان پارلمان بارها در رسانه ها از باجگیری و فساد همکارانشان به بسیار صراحت سخن گفتند. نه تنها آقای بشردوست که بعضی از وکلایی که واقعا صادق هستند و دلشان به حال مملکت و به حال ملت می سوزند بارها پرده از فساد گسترده در پارلمان افغانستان یعنی از هم قطارانشان برداشتن. نخست میریم به اجازه شما این گزارش ویدیویی را که در رابطه با این تبصره آماده شده یک جا مشاهده میکنیم تا دقایق دیگر برمیگردیم. با ما باشید. نشست مجلس نمایندگان بار دیگر با ادای فساد مالی بر رئیس مجلس و رئیس دبیرخانه آن آغاز شد. اگر در ولسی جرگه فساد وجود داشته باشد چگونه ما میتوانیم فساد را از قوه اجرایه و قوه قضایه پاک کنیم؟ این صلاحیت به ما داده قانون اساسی. ما حتی میتوانیم رئیس جمهور را به محکمه بکشانیم. هرچند این حرفا تمام نشده، گفته های آقای بشردوست از سوی هیئت اداری خلاف منافع ملی خوانده شده و قطع گردید. در اصول وظایف داخلی آمده که خلاف منافع ملی که کس صحبت میکنه مایکش قطع شد و من مجبور است مطابق اصول وظایف داخلی را دیگه سرتان تطبیق کنم. هر روز خلاف منافع زی تالار و ملی شما صحبت میکنن. بحث در اینجا هم تمام نشد و رئیس مجلس نمایندگان آقای بشردوست را از مجلس اخراج کرد. همکارای امنیتی لطفاً بشردوست بیرون برین. گذشته از این ظاهراً شمار زیاد نمایندگان مجلس از اینکه نزدیک به 2 سال است به گونه غیرقانونی به کارشان ادامه می‌دهند ناراضند و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی هستند.
هرچند نگران شفافیت این انتخابات. ما نمیتونیم در قبال انتخابات این موضوع مهم و اساسی که سرنوشت کشور ما با او بستگی داره با بی‌تفاوتی برخورد کنیم. گپایی را که ما شما میشنیم از اینه که 150 نفر وکیل انتصابی میاره، هر انتخابات در هر کشور پایان کل جنجال ها هست. هر کشور دچار جنجال میشه، میره به سوی انتخابات تا جنجال ها خاتمه پیدا کنه. ولی در کشور ما شما انتخابات آغاز جنجال، آغاز بدبختی و گرفتاری از کشوره. در اطلون که ولسی جرگی در انتخابات لپاره دیر زر امکانات برابر کردی ترڅو د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت باندې چې کوم وخت یې ټاکلی ده په هماغه وخت باندې وشي. یو دا چې اوبه هم چې په یو ځای باندې دومره ډنډ ودرېږي اوبه هم بوی کوي. زموږ او ستاسې دا دوره هم بس وه، ښه ده چې انتخاباتو ته لاړ شو. رئیس مجلس نمایندگان حتی از داشتن اطلاعات درباره کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات سخن میزند که همگانی شدن آن را فاجعه بار میخواند. مردم ما را باز هم در کمال ابهام و شک قرار میده. این یک جفا در حق قانونی مردم افغانستان هست. بسیار متاسف هستیم که چرا اینا نامدن. لازم نمیدانیم که اطلاعاتی که ما هم در رابطه با کمیشنری انتخابات داریم مطبوعاتی بسازیم. روز شنبه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از پاسخگویی درباره آمادگی ها و نیز نگرانی ها درباره انتخابات پارلمانی سال آینده به مجلس نمایندگان خودداری کردند. در روزهای اخیر برخی مقام های ارشد حکومتی و رهبران سیاسی نیز تاکید کردند که نگران شفافیت انتخابات پارلمانی سال آینده اند و هشدار دادند اگر اقدامات قابل قبول از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه صورت نگیرد، افغانستان گواه یک بحران دیگر خواهد شد. بینندگان ارجمند، شما مشاهده کردین ما خو هیچ کدام صحبت خلاف منافع ملی در گفتار آقای بشردوست ندیدم. اگر شما دیدین لطفاً مرا راهنمایی کنین. از جانب شما دیدین که سایر وکلا هم اصل موضوع را کنار گذاشتن و رفتن روی انتخابات و مسئله کمیشنران و دیگه و دیگه. این خودش نشان دهنده این واقعیت است که در پارلمان افغانستان، یعنی گفته خانم ملاله جویا که 90% 95% وکلا مشکلات زیاد دارن. من نمیخوام این جمله را تکرار کنم که خانم جویا در مورد اینها گفته بودند، اما واقعا ما فکر میکنم مایه سرفگندگی و خجالت است. از نظر بسیاری از مقامات حکومتی قلب فساد پارلمان است. برخی از نماینده های پارلمان از نامزد وزیران پارلمان باج میگیرند یا پول میگیرند و بعد با آنان رأی اعتماد میدهند، چنانچه آقای باری جهانی در این مورد صحبت های بسیار جالب را مطرح کرد و که سبب عصبانیت یک تن از وکلای پارلمان شد. شماری از شرکت ها و سرمایه‌داران نامزد وزیران را حمایت مالی می کنند. آنان به نامزد وزیران پول می دهند. نامزد وزیران این پول را به نماینده های پارلمان رشوه می دهند تا رأی اعتماد بیاورند. وقتی رأی آوردند، شرکت ها و سرمایه‌داران که آنان را حمایت کرده بودند قراردادهای وزارتخانه ها را دریافت می کنند. برخی از نمایندگان هم با نامزد وزیران معامله می کنند و در بدل پر کردن بستهای خالی وزارت از خویشاوندان وکلا به نامزد وزیر مورد نظر رأی می دهند. اینها دیگر رؤسای پشت پرده یا رؤسای محرم نیستند. خود نمایندگان مردم آن را در مصاحبه هایشان افشا کردند. فساد از همین پارلمان به دستگاه حکومت گسترش یافته است. برخی از نمایندگان در قانون شکنی و برهم زدن نظم عامه هم دست دارند. به ادارات خدمات عامه فشار می آورند تا به برخی از مراجعین بدون در نظر داشت نوبت خدمات خصوصی انجام بدهند. شماری از نمایندگان حتی به کنسولگری های افغانستان در خارج از کشور زنگ می زنند و برای درخواست ویزه برخی از خارجی ها واسطه می شوند. کنسولگری ها صلاحیت دارند که به برخی از متقاضیان پاسخ بدهند، یعنی پاسخ رد بدهند، اما برخی از نمایندگان به کنسولگری ها زنگ می زنند و بر آنان فشار وارد می کنند تا برخی از متقاضیان
بدون در نظر داشت مقررات ویزا دریافت نمایند. جالب است برخی از شفاخانه های خصوصی از کشورهای دیگر اشخاص را به نام دکتر یا متخصص استخدام می کنند. دکتر یا متخصص خارجی که در افغانستان استخدام می شود باید به کنسولگری های افغانستان در کشورش اسناد را ارائه کنند و کارمندان کنسولگری را قناعت بدهند که واقعا دکتر و کارشناس یا متخصصند. برخی از وکیلان به کارمندان کنسولگری ها اجازه بررسی اسناد را نمی دهند و فشار وارد می کنند تا به متقاضی ویزای کار صادر شود. از اثر همین مداخله گری هاست که امروز بسیاری از کسانی که به نام دکتر از برخی از کشورها به کابل می آیند اصلا دکتر چی که لیسانس هم نیستند. این موضوع را کارمندان کنسولگری های افغانستان و مامورین وزارت خارجه در چندین جلسه بیان نمودند و حتی به روزنامه 8 صبح نیز گفتند. با توجه به اتهام هایی که به برخی از نمایندگان وارد شده است بعید نیست که اتهام اعمال فشار بر کنسولگری ها درست باشد. نمایندگان پارلمان به صورت جمعی برای جلوگیری از فساد هیچ کاری را انجام ندادند. برخی از نمایندگان هم به نام امنیت جانی با وسایل ثبت ناشده و بدون نمبر پلیت گشت و گذار می کنند. محافظان مسلح آنان سبب ارعاب مردم می شوند و در راهبندی ها این محافظان درایوران یا راننده های سایر وسایل را تهدید و توهین و گاهی هم مورد ضرب و شتم قرار می دهند. حتی نمایندگان در روند عادی امتحان و نمره‌دهی به شاگردان مکتب و پوهنتون نیز دخالت میکنند. جالب است رؤسای پوهنزی ها در افغانستان همیشه از برخی از وکیلان شکایت میکنند. برخی از وکیلان واسطه محصلین ناکام میشوند. برخی از وکیلان زیر نام راضی نگه داشتن موکلانشان این مسائل را توجیه میکنند، اما این امر نمیتواند بیقانونی را توجیه کند. من خودم به چشم خود مشاهده کردم که در یک از پوانتون های شخصی نام نمیبرم چندین وکیل پارلمان که حتی سند فراغت از لیسه یا مکتب عالی را نداشت شامل این پوانتون ها شده و در اعضای مبلغ 8 تا 9 هزار دلار حتی سند ماستری و دکترا را اخذ نمودند. من به چشم خود مشاهده نمودم که در هتل انترکانتیننتال کابل یکی از وکلا با مسئولین یکی از پوانتون ها در یک اتاق خصوصی پول را رد و بدل کردند و او در ازای پول داده شده برایش سند لیسانس یا ماستری را اعطا کرد. عملکردهای برخی از نمایندگان و نهاد پارلمان را در جامعه واقعا آسیب زده است. پارلمان در تصمیم گیری های کلان مملکت شریک نیست. رهبران حکومت هم دیگر این نهاد را جدی نمی گیرند و باید جدی نگیرند. دلیل این امر رفتارهای برخی از نمایندگان است. نمایندگانی که عضو شبکه های فساد هستند. نمایندگانی که عضو باندهای مافیایی مواد مخدر هستند. هیچ وجه و اقتدار به این نهاد و هیچ روی به این نهاد نمانده اند. به همین دلیل است که حکومت با خیال راحت بسیاری از وزارتخانه ها را با سرپرست اداره می کند و پارلمان هم خمی بر ابرو نمی آورد. روشن است که تمام نامزد وزیرانی که به پارلمان معرفی می شدند پولدار نبودند و پولدار نیستند. برخی از شرکت ها و سرمایه داران پول گزافی در اختیار یک نامزد وزیر قرار می دهد تا او را به مقام آن وزارت نصب کند. وقتی نامزد وزیر رأی می آورد برای جبران احسان سرمایه داره که به او پول پرداخته است باید تمام قراردادهای وزارتخانه را بدون داوطلبی و طی مراحل قانونی در اختیار او گذارد. این روند همکنون ادامه دارد. اگر حکومت فردا برای وزران سلب صلاحیت شده جانشین معرفی کند نامزد وزیران ناگزیر خواهند بود که مقادیر هنگفت وجه نقد
در اختیار نمایندگان قرار دهند تا رای بیاورند. این حالا به یک فرهنگ تبدیل شده است. هرگاه وکلا مفلس شوند و یا ای که با مشکل اقتصادی مواجه شوند، فوراً به سراغ وزرا می روند، مخصوصاً وزرایی که هنوز رای اعتماد نیاورده اند. فکر می کنم یک دلایل که همیشه حکومت افغانستان و شخص اشرف غنی در معرفی نامزد وزیران تعلل می ورزه یا وقت کمایی می کنه، دلیلش همیست که او می داند که وکیلان بر سر این وزرای بیچاره چه روزی را خواهند آورد. این وضعیت نشان می دهد که پارلمان کانون تولید فساد است. جایی که باید فساد مهار شود، فساد تولید می شود. سوال مهم این است که چرا این طور شده؟ چرا به جای اینکه پارلمان با فساد مبارزه کند، خود فسادزا شده است؟ پاسخ این است که هیچ نهادی نیست که پارلمان را نظارت کند. پارلمان در نبود چشمان تیزبین نهادهای ناظر فعالیت می کند و به همین دلیل فساد می زاید. در بیشتر کتاب‌های سیاست شناسی آمده است که سیاستمداران مجموعه از آدم‌های شیاد، پولپرست و خودخواه هستند که دیگران را قربانی سود خود می‌کنند. نظام دموکراتیک هم بر مبنای همین است، یعنی انسان شناسی استوار است. به همین دلیل است که در نظام‌های دموکراتیک تاکید بر سیستم سازی است. باید سیستم به گونه عیار شود که مجموعه این آدم‌های شیاد، پولپرست، سودجو و خودخواه را از خودسری باز دارد. این نوع سیستم هم با ایجاد نظام نظارتی ساخته می شود. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا پارلمان حکومت را نظارت می کند و بعد احزاب سیاسی است که بر پارلمان نظارت دارند. متاسفانه در افغانستان آنگونه که پیش بینی شده و آنگونه که باید می بود احزاب سیاسی وجود ندارد. آن احزابی را که همکنون ما مشاهده میکنیم، مثل حزب اسلامی، مثل حزب وحدت اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، 90% احزاب احزاب نظامی سیاسی هستند. یعنی از طریق جنگ، از طریق زورگویی اینها خود را بر گرده های مردم با عنوان احزاب سیاسی تحمیل نمودند. اگر در کشورهای دموکراتیک دنیا هم احزاب سیاسی وجود نداشته باشند، پارلمان های آنان هم فاسد می شود. احزاب سیاسی برای اینکه حوزه نفوذ و رأی خود را از دست ندهد، چنان پارلمان ها را نظارت می کند که هیچ نماینده نمی تواند قانون شکنی کند. نظام حزبی باید بر پارلمان افغانستان مستولی می بود، اما متاسفانه چنین نشد که این ملامتی و این بار گران را باید آقای حامد کرزی بر شانه های لرزان خود مانند سایر اشتباهات کرده حمل کند. در قانون اساسی به احزاب نقش تزیینی در افغانستان داده شده. به همین دلیل است که بر پارلمان ما دسیپلین حزبی حاکم نیست. در سطح محلات اما وضعیت به نحوی دیگر است. در ادارات محلی به دلیل اینکه پارلمان های محلی صلاحیت نظارتی ندارند، فساد بیداد می کند. شوراهای ولایتی باید مثل یک پارلمان محلی عمل می کردند. شوراهای ولسوالی ها هم باید برای نظارت بر حاکمان محلی شبیه پارلمان های محلی می بودند، اما شوراهای ولسوالی ها هرگز تشکیل نشدند. شوراهای شاروالی ها هم اصلا ساخته نشدند. والی ها و ولسوال ها چنان فاعل مختارند که کسی نمی تواند با آنان بگوید که بالای چشمتان ابروست. در مرکز اما نمایندگان پارلمان فاعل مختار هستند. لایه های نظارتی که در نظام های دموکراتیک برای کنترل فساد و قانون شکنی شکل میگیرد، در افغانستان متاسفانه شکل نگرفت. امروز احزاب و انجمن های جامعه مدنی آنطوری که باید در دموکراسی جوان افغانستان نقش ندارند. این نقیصه باید هر چه زودتر رفع شود. بازم بار تمام ملامتی ها برمیگردد بر شانه های حامد کرزی و اشرف غنی، زیرا اینها بودند که با باور نداشتن به نقش احزاب سیاسی در افغانستان مانع ایجاد احزاب سیاسی دموکراتیک در کشور شدند.
باری آقای کرزی گفته بود من اصلا به حزب و حزب سازی عقیده ندارم، باور ندارم، و آقای غنی هم عین کار را انجام میدهد، زیرا اینها افراد و اشخاص هستند که به قوم و منطقه و قبیله خود پیوستند و سایر زمامداران افغانستان یا مقامات افغانستان از هر قماش، هر قوم و هر قبیله ای که هستند، آنها سنگر داغ مبارزه، سنگر داغ گرفتن قدرت، یا بهتر است بگویم موضع داغ گرفتن قدرت، غصب قدرت و استمرار قدرت را چی قرار دادن؟ قوم و منطقه و زبان و حتی مذهب. به این دلیل است که همیشه در کابینه های افغانستان در 14-15 سال گذشته محاسبه روی این صورت میگیرد که چند وزیر تاجک دارین، چند وزیر پشتون دارین، چند وزیر ازبک دارین، چند وزیر هزاره دارین. بارها در صفحات اجتماعی لست های طولانی و لست های بسیار دراز و کشال منتشر شده مبدی بر این که ببینین که از فلان قوم چند نفر امروز وزیر است، ببینین که از فلان قوم چند رئیس و چند معین و چند سفیر است. چون اساس و بنیاد دموکراسی را در کشور احزاب سیاسی تشکیل میدهد که متاسفانه در افغانستان احزاب سیاسی وجود ندارد، احزاب سیاسی واقعی وجود ندارد. طی 2-3 ماه گذشته مخصوصا با همزمان یا در آستانه بهتر از همزمان با اعلام وقت برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان چندین حزب تشکیل شده و جالب است که احزاب هم متشکل از چی افراد و چی اشخاص است. مثلا تمام وزرای آقای کرزی رفتن یک حزب ساختن، باز تمام مخالفین آقای کرزی رفتن یک حزب دیگه ساختن، مخالفین آقای غنی رفته یک حزب دیگه ساخته. ای احزاب احزاب موقتی یا مقطعی هستند. اینا انتظار دارن که انتخابات صورت بگیره، در انتخابات ببینن که چی کرده میتونن و پس از او که به مرام و مقصد و هدف خود رسیدن بعدا با احزاب خود هم خداحافظی میکنن. لازم است که قانون اساسی افغانستان که اولین قدمش در راه نهادی شدن دموکراسی است تعدیل شود و در آن به صراحت حکم شود که پارلمان، یعنی پارلمان مرکزی و پارلمان های محلی، باید حزبی باشند. همچنان در کشورهای دموکراتیک دنیا احزاب سیاسی بر پارلمان طوری که من گفتم نظارت دارن و رای دهندگان هم بر احزاب سیاسی. اگر حزب برنامه ها و وعده هایش را عملی نکند و اگر نکرد رای نمی آورد. حزب هم برای اینکه رای بیاورد نمایندگانش را در پارلمان در کنترل می گیرد. بنابراین برای فائق آمدن بر فساد پارلمانی و فساد حکومتی در افغانستان لازم است تا بر پارلمان کشور دیسپلین حزبی حاکم شود و این کار را آقای غنی با عنوان یک دستاورد بزرگ می تواند در کارنامه خود داخل کند. قانون اساسی کشور باید به گونه تعدیل شود که در آن نقش احزاب در انتخابات های پارلمانی، ریاست جمهوری و شوراهای محلی برجسته باشد. دموکراسی بدون حزب فساد بار می آورد. تا زمانی که نظم حزبی بر پارلمان حاکم نشود، فساد در این نهاد همچنان چاق و فربه شده می رود. باید در قانون اساسی تعدیل وارد شود و به احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی نقش داده شود. اما یک مسئله باید قبلا روشن شود. ما ای با تمام انتقادات که همیشه متوجه آقای غنی است و شخص ما هم بیشترین انتقادات حوالی آقای غنی میکنم، اما ما به یک چیز ایمان دارم. اگر آقای غنی بخواهد که این کار تاریخی را انجام بدهد، من اطمینان دارم که او میتواند. نهایت قانون وضع شود. قانون هم از پارلمان باید نگذرد، زیرا پارلمان فاسد به هیچ وجه همچو یک مشکل را رفع نمی کنه، همچو یک تصمیم حیاتی را اتخاذ نمی کند، مبدی بر این که هیچ حزب نظامی، حزب که مسلح باشه، با عنوان یک حزب سیاسی نمیتونه در افغانستان عرض وجود کنه. به این صورت
تمام احزاب نظامی سیاسی بخش نظامی خود منحل میکنند و باید به صراحت گفته شود هر حزب که به عنوان یا به مثابه حزب سیاسی ثبت میشه حتی یک کلاشینکوف حتی یک چاقو نمیتونه در اختیار داشته باشه. بدون یک پارلمان حزبی همیشه پارلمان همچنان فاسد خواهد بود. زمانی که پارلمان فاسد خواهد بود ما از حکومت چه توقع داشته باشیم؟ اگر قرار باشه که به صورت مقایسوی به ساختار نظام افغانستان ما نظر بیندازیم، کابینه فعلی که فعلا فعالیت میکنه بعضی از وزرانی که اکثر وزرایش اشخاص فاسد نیستند، اما در نبود احزاب سیاسی، در نبود قانون، ای افراد و ای اشخاص هم به مرور زمان اینا هم فاسد میشن، چون میان خربوزه از خربوزه رنگ میگیره. در یک حکومت فاسد واضح است اگر یک وزیر فاسد هم نباشه به مرور زمان او باید فاسد شوه، در غیر این صورت به سرنوشت آقای عبدالباری جهانی مواجه خواهد شد. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.